خواجه پندارد که طاعت می کند بی خبر از معصیت جان می کند. قصه اینطوری شد. او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام، در دل بیمار آتشی افروخته است. فکر می کرد که داره کار خوبی می کنه. سرش هم این بود که یکدیگر رو درک نمی کردن. این چیزی می گفت و او جواب دیگری می داد و این نمی شنید که او چه می گوید. و لذا یک صحنه عیادت که باید به دوستی بیشتر منتهی شود به دشمنی انجامید و کدورت رو صد بار افزونتر کرد. مواجهه کر و بیمار که رهبران و حاکمان کشور ما با جامعه بیمار ما می کنند دقیقا همین حالت رو کنند و این قصه درست قصه است که وصف حال روزگار ما و شرایط سیاسی ماست. مردم چیزی میگویند، اونها به خیال خود چیز دیگری میشنوند و آنگاه پاسخ دیگری میدهند و در اثر این رفت و آمد پرسش ها و پاسخ ها رنج ها افزونتر، دشمنی ها افزونتر و فاصله ها بین مردم و حکومت بیشتر میشوند. این که رهبر یک کشور نداند آزادی چیست نکته کوچکی نیست، فوق العاده مهم. درست مثل این که طبیبی نداند اصلا مرض چیست، بیماری چیست. این نکته خیلی بزرگی است. معلوم نیست با بیمار خودش چه خواهد کرد. عاقبت ممکنه او رو بکشه. ممکنه سلامت رو عین بیماری بدونه. ممکنه بیماری رو عین سلامت بدونه. هر یک از این مفروضات رو که شما در نظر بگیرید میدانید که نتایج مهلکی به بار خواهد آورد. از ابتدا اصلا معلوم نبود که در سیاست ورزی رضایت مردم شرط است، رضایت خدا شرط است، هدایت مردم شرط است. هیچ کدوم اینها به درستی تعریف نشده. یک چیز برای حاکمان ما معلوم و مسلم بود که از دروسی بود که آیت الله خمینی رو آنها یاد داده بود و او این بود که اسلام سیاسی است و از اسلام باید استفاده سیاسی کرد. شاید این تعلیم آیت الله خمینی تفاوت داشت با آموزه‌هایی که فقیهان دیگر داده بودند، فیلسوفان مسلمان از اسلام داشتند. هرچه بود برداشتی بود که آیت الله خمینی داشت و این برداشت رو به پیروان خود و به جانشینان خود به نیکی منتقل کرد و اونها همین درس رو از او به درستی گرفتند و اکنون هم اعمال میکنند. اما همین و بس، چیز دیگری در کار نبود. اون چه که پدید می آمد ناشی از بدفهمی ها و بدآموزی ها و نادانی هایی بود که رفته رفته بزرگتر شد و دامنش همه ملت رو گرفت. من به خوبی به یاد دارم که وقتی در ستاد انقلاب فرهنگی بودم یکی از مسائلی که مطرح بود همین شکاف بین مذهب و ملیت بود و اینکه مثلا ایده‌ها و عزاهایی رو که ما گاهی در آیین‌های مذهبی داریم چگونه همراه کنیم با ایده‌ها و مراسمی که در آیین‌های ملی داریم و اگر بین اینها مزاحمتی برقرار شد کدوم یکی رو مقدم بداریم. بارها شده است در طول همین 30 سال جمهوری اسلامی که عید نوروز به محرم افتاده است، به عاشورا افتاده است. این که کدام یک رو باید مقدم داشت و گرامی داشت، عاشورا رو یا عید رو یا فیلمثل اگر در رمضان بیفتد و همه اینها به دلیل داشتن دو تا تقویم. و شما نهایتاً دیدید هوسی که در سر پاره از روحانیان ماست که به طور کامل ما اون تقویم ملی رو تعطیل کنیم و تماماً تقویم قمری رو به کار بگیریم و حتی به جای عید نوروز عید قدیر رو بگذاریم. همه اینها حکایت از یک شکاف، یک آشفتگی و مشوش بودن توی ذهن رهبران دارد که کم هزینه به بار نمی آورد و بر اثر همینها تکلیف ها نامعین است و معلوم نیست که جامعه به کدام سو باید برود. همین قصه رضایت و هدایت که من الان اشاره کردم مایلم درباره او بیشتر سخن بگویم. اما قبل از این اجازه بدید برای اینکه کام شما هم شیرین بشه و خاطرتون متعطر و مطرا بشه یک غزلی از حافظ رو بخونم که تا حدودی میتواند پاره از ناگفته های من رو هم برای شما البته به زبان بسی بلیغ‌تر و شیرین‌تر و فاخرتر
بگوید و آنگاه من البته حرف خودم رو خواهم زد.